Давоми семоҳои аввали соли ҷорӣ ба филиалҳои ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар шаҳри Навоҳии Вилоити Суғд беш аз 500 ариза ва муроҷиати шаҳрвандон ворид шудааст. Аз шумори умумии муроҷиатҳои ба қайд гирифта шуда 91 ариза ба унвони филиали ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар Вилоити Суғд омадааст, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 21% зиёд мебошад. Аз теъдоди умумии аризаҳо 7 ариза барои баррасӣ ба филиалҳои шаҳру ноҳияҳо ирсол гардида, 84 ариза аз ҷониби کاتبی اجرایی فیلیال جمعیتی هلال احمری تاجیکستان در ولایت سوخت موردی بررسی قرار داده شد. در این باره پرویز جبارزاده کاتبی اجرایی بخش جمعیتی هلال احمری تاجیکستان در ولایت سوخت هنگامی جنبستی سه ماهه اطلاع داد و تاکید کرد که در این دوره بیش از 70 نفر مراجعت کنندگان با موادهای خوراکی تامین کرده شدند. به دست آوردن معلومات‌های آماری و جدول رقمی همه مقامات دولتی هلال احمری تاجیکستان را در ولایت سوخت بخشای اون رو در شهر نویه ها دستگیری و تیستاد است که باعثی زیاد شدن برنامه هایی که از طرف دانرهای بین المللی زیاد گردید و در نقشه است که باز دو برنامه کلان در ولایت سوخت عملی می شود. این در شهر اسفره، جابر رسولو، نویه مسچو، نویه باباجان غفورو، شهر پنجکن، شهر کنبودام عملی می نماید و حجم عملی شبیه لایحه مذکور زیاد از 1 میلیون دلار برابر است. بخش جمعیتی هلال احمری تاجیکستان در ولایت سوخت از فعالیت سه ماهه خود نتیجه گیری نمود. اطلاع داده شد که در این دوره عریضه های ساکنان بیشتر از آیله های کمبیزوات، معیوبانی گروه های یک و دو، پیرانسالانی یک و تنها، شخصانی بیپرستار و یتیمانی کل وارد شده است که مضمون اکثری آنها رسانیدن کمک های مادی و مالیوی می باشد. بنابر اطلاع کاتب اجرایی بخش جمعیتی هلال احمری تاجیکستان در ولایت سوخت پرویز جبارزاده، برای خانه نمودن عریضه های مراجعت کنندگان دوامی سه ماهه سال بیش از 10,000 سومانی پولی نقد و بیش از 20,000 سومانی مبلغ برای خریداری مواد خوراکی جدا کرده شده، آن بهره رسانیدن کمک های یک وقته در نمودی مواد خوراکی با آیله های احتیاجمند صرف گردید. در اساس سازشنامه های بین رسیده شده بین هلال احمری تاجیکستان و تشکیلات یونیسف، یوسید، باز یک برنامه کلان در قریب 16 شهر و ناحیه ها عملی می شود و همه کاتبان اجرایی که در این منطقه ها به مزد معاش کار میکردند با مزد معاش دائمی در مدت 3 ماه تامین میگردند. این هم در ردیف فعالیت های همه روزه کمیته مرکزی هلال احمری تاجیکستان، کارمندان آن و با دستگیری البته حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی. تأکید گردید که در مقیاس ولایت سوخت به حالت 1 اپریل سال جاری 373 تشکیلات ابتدایی که در صف خود بیش از 6000 اعضا دارد فعالیت میکنند که شماره تشکیلات های ابتدایی نظر به همین دوره سال 2021 24 عدد یا خود 11% افزوده است. حالا شماره ولنتیران جمعیت هلال احمری تاجیکستان در مقیاس ولایت به 2905 نفر رسیده است که این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 12% زیاد ارزیابی کرده می شود. بنابر معلوماتی مسئولین در سه ماهه اول سال جاری شماره اعضایان 13%، ولنتیران 12% و تشکیلات های ابتدایی بخش جمعیتی هلال احمری تاجیکستان در ولایت سوخ 11% افزوده است. هر سال سه ماهه یکم به بسیاری عذاب میکشیدن. خیلی اینجا با گفته میشود که کوربری یعنی پرویز عبدالقادریچ بسیار شد چون بعضی ناحیه ها من حاضر زفروبود و اکدان زمین مبلغ باشه سپوریدن برای همین اجرایشی نقشه مولوی مو این سی موها نقص اجرا شد و کمیته مرکزی به مو 15200 سومونی گذارونده تاونیست. نقشه مالیوی جمعیتی هلال احمری تاجیکستان در سه ماهه اول سال 2020 به اندازه 96774 سومونی یا خود 114% تامین گردیده است. نقشه مالیوی خودی فیلیال جمعیتی هلال احمری تاجیکستان در ولایت سوخت باشد در این دوره 115.6% اجرا شد که مبلغ عمومیش 36815 سومونی را تشکیل داد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه تلاتی خبر.